سلام به همه شما خفنهای دنیای وارکرفت بچه ها یه خبر خیلی جدید و خیلی مهم اومده در مورد یه اتفاق بزرگی که برای ورد وارکرفت قرار بیفته و گفته میشه که بدترین اتفاقیه که امکان داره برای دنیای وارکرفت بیفته و کانتنت کریترهای بزرگ خارجی دارن در مورد این موضوع صحبت میکنم مثل آزمانگولد مثل بلولار و من امروز توی این ویدیو میخوام این مسئله رو بازتاب کنم برای کامیونیتی فارسی ما بریم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته بدترین اتفاقی که امکان داره برای ورد بیفته واقعا چی میتونه باشه اگه شما مثل من کنجکاو شدید بدونید چیه حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه بشید اسپانسر این ویدیو هم تیم وو آنلاین بچه همونطور که میبینید بینید تیم تم سایتش رو کلا عوض کرده به همین مناسبت روی سری من محصولات تخفیف ویژه گذاشته میتونید سر به سایتشون بزنید از محصولات تخفیف خورده استفاده کنید همچنین محصولات ترکیه هم اضافه کرده به شاپشون چیزی که شما واقعا درخواست زیادی در موردش داشتید لینک که سایتشون همین پایین تو دیسکریپشن و, و توضیحات بیشتر هست یه سر به سایتشون بزنید برای خرید محصولات تخفیف خورده ماچ به کله همتون بچه ها چند وقت پیش بلولار یه ویدیو گذاشت که آزمان گلدن به اون ویدیو ریاکت رفت ویدیو در مورد چیه؟ در مورد یک شخصی به نام کریس کالیکی که یکی از افراد سابق جزو گروه ورد آف وارک رفت بود یعنی یکی از دیولوپر یکی از افرادی بود که توی خود بیلیزارد کار میکرد جزو گروه ورد آف وارک هم بود تو بیلیزارد و الان دیگه توی بیلیزارد نیست خب یعنی از بیلیزارد اومده بیرون و یک تویتی زده چند وقت پیش گفته که چی نوشته که من جدیدن در مورد بدترین اتفاقی که قراره برای ورد رفت و بلیزارد بیفته شنیدم و امیدوارم که این چیزی که من شنیدم اشتباه باشه I just heard the worst rumor about my former company I hope it isn't true من جدیدا یک شایعه ای رو شنیدم بدترین شایعه ممکنه در مورد کمپانی قبلی که توش کار میکردم یعنی بیلیزارد و بخش ورد آف وارکرافت شنیدم امیدوارم که این حالا شایعه درست نباشه حالا قسمت جالبش اینه که بچه ها بعد از اینکه این, که این توییتو میزنه این داداشمون بعد این بعد از اینکه این حالا خبر پخش میشه بین خود دیولپرای گیم یعنی هنوز ماهایی که تو پابلیک هستیم دقیقا نمیدونیم منظورش چی بوده یه اتفاق جالبی که میفته چی میشه بچه ها؟ کلی از دیولوپر و کارمندایی که تو بلیزارد داشتن کار میکردن اخراج میشن یا به قول گفتنی تعدیل نیرو میشن از کارشون بیکار میشن دلیلش هم این بوده که خب بهشون گفتن که با مرج شدن ما با ماکروسافت دیگه به این نیروها نیاز نداریم و این نیروها توی مرج شدن دیگه یه جوری ناکار اومدن و ما قرار بندازیمشون دو همونطور که تو صفحه دارید میبینید یکی از همین داداشا اومده یک نظری نوشته بشه بعد از 18 سال خوردی که تو بلیزارد کار کردم بدون اینکه هیچ خبری به این بدن بالاخره الان داشتم تو تیم هرتستون بود ولی به هر حال 10 نفر افراد مختلف از بلیزارد انداخته شدن بیرون گفته بالاخره ما رو انداختن بیرون بدون که قبلش حتی چیزی بهمون بگم بعد 18 سال که ما توی بلیزارد کار میکردیم و این اتفاقی که سرجم افتاده بچا یعنی یکی از دیولپرای قبلی گیم که الان دیگه تو بیلیزارد نیست اومده یه چیزی گفته و بعد بهتون بگم که ها حتی با اینکه اینا رو اخراج کردن و دیگه جزو تیم بیلیزارد نیستن اینا از به صورت قانونی حق ندارن که در مورد برنامه های آینده شرکت هیچ صحبتی بکنن یعنی اگه بیا توی حالا پابلیک صحبت بکنه جریمه های سنگین براشون در نظر گرفته میشه از نظر قانونی برای همین نمیتونم مستقیم کنن یکی از اینا اومده گفته که آقا من بدترین شایعه ای که امکان داره برای بلیزارد و ورد اف اتفاق بیفته رو شنیدم امیدوارم که اتفاق نیفته خب و پشبندش ده نفر از کمپانی حذف شدن حالا چیزی که خیلی واضح این وسط بچه ها این داستان برمیگرده به خریده شدن بلیزارد توسط ماکروسافت یعنی دقیقا به خاطر همین دلیل که این اتفاق افتاده یعنی یه ربطی داره به خریده شدن بلیزارد توسط ماکروسافت و سیاست های جدیدی که ماکروسافت داره حالا نظر بچه آزمان گلد و بلولار در این مورد یعنی چ... اینا فکر میکنن که چه برنامه شرکت داره که دیولپرای قبلی گیم دارن میگن بدترین برنامه ممکن برای ورد اف وارکی رفت بریم نظر آزمان رو در این مورد بشنویم نظر بلولار رو هم بشنویم منم نظر خودم رو بهش اضافه میکنم میگه خب این پیش منه Of the worst thing that it could possibly be. از بدترین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته برای ورد آف وارکرافت ورد آف وارکرافت فری تو پلی میشه تقریبا چیزایی که قبلا ما در موردش خیلی صحبت کردیم and they add in an entire microtransaction shop. و توی شاپ کلی آیتم ماکرو ترانزیکشن استفاده اضافه میکنن برای مثال یه مثال بخوام بتونم بزنم که راحتتر متوجه شید چه جوجی میشه فرض کنیم بازی کاملا مجانی میشه بعد مثلا مانت اینفیزیبل که از رید آی سی, سی میشه گرفت و خیلی دراپش پایین و هر کی داره فخر میفوشه به بقیه فرض کنین این مانت میاد تو شاپ بیو هر کی پول بده میتونه اون مانتو بخره یه همچین حالتی ولی بازی خودش مجانی میشه از اونور کلی آیتمی که حالا میتونه رو بازی شما تاثیر بذاره به شاپ اضافه میشه البته خیلی بچا این که مثلا بگیم این قضیه باعث میشه بازی پی تو وین بشه به نظر من مهم نیست این قضیه چرا چون همین الان بازی پی تو وین هست همین الان فاکینگ شما میتونین تو بازی گلد بخری با گلدت بری آیتم بخری با گلدت بری همه چی بخری تو بازی دیگه همین الانش بازی پی هست خب فقط یه جورایی رسمی تر میشه تفاق بیفته نظر آزمان گل دینه اینکه فرض کنید یه هدی دارید مثل چیزی که رو سرش گذاشته اسمش Mount لوکیتره یو پوت هفته یک ساعت نوزه رو سرت you can buy extra um, uh, extra uses of the mount of the mount locator and it will have the mounts that can drop from dungeons <laughs> a higher chance of dropping you have to wear the thing on your head while it's while it's there or oh oh, oh wait no میگه او او کنید نه نه چیزی بهتر بسن هم رسید Even better. The mounts don't drop anymore. میگه مانتا دراپ نمیشن تا شما این هدو بخرید مثلا یه هدی تو شاپ میاد اون هدو باید حتما بخرید هدو بذارید تو سرتون بعد از اینکه اون هدو از تو شاپ خرید و گذاشتید تو سرتون بعدش اگه مثلا برید دانجن بزنید تازه اون موقع بعد از اینکه هدو گذاشتید مانت براتون دراپ میشه و بازی مجانی میشه از یه طرف م... یه چیزایی تو شاپ اضافه میکنم دقیقا مثل چیزی که آزمان گولد داره مثالش رو They only drop if you're wearing the mount locator. Yeah, they only drop if you're on the mount locator. The mount magnet. Yes, exactly. And so that's that that would be a good idea, right? And so I think that would be good. And what else? Hmm. So make it free to play, have it go on game pass. مجانیش بکنه فیل تو پلیش بکنه بذارتش رو گیم پس و کاملا مانتیزیشن و این درآمدزایی از بازی رو تغییر بده میتونی yes! رول های اضافی رو توی استور بخری رول که بچه ها مثلا میدونید مثل, مثل تانک مثل هیلر مثل مثلا مثل دی پی اینا رول های مختلفی هستن که تو بازی هستن و حالا مثلا دقیقا مثل چیزی که آزمان گلد گفت شما اگه میخوای رول دراب کردن مانتو داشته باشی باید از تو استور بخشی تو توی مایا For real money. بله There it is That's it این نظر آزمان گلده بچه ها I figured it out و بعد بهتون بگم که الان یه سری ها میایید میگید نه داداش اگه گیمو مجانی کنه درآمدزایی خودش میریزه اصلا با عقل جور در نمیاد عزیزان من آزمانگولی که 18 فاکینگ فاکینگ 18 ساله توی این عرصه داره ویدیو میذاره تو این عرصه هست و اطلاعاتش خیلی بیشتر از من و تویی که داریم این ویدیو رو میبینیم میدونه که اگه بلیزارد این کارو کنه یا به قول گفتنی مایکروسافت این کارو کنه میتونه سود بیشتری کنه دلیل اینکه تا الان این کارو نکرده چون پلیرها فیدبک فیدبک منفی به این قضیه خواهند داشت بازی مجانی شه همه چی بره تو شاپ خب خیلی پی تر از اون چیزی میشه که الان هست و پلیرها فیدبک منفی بهش دارن ولی صد درصد پول بیشتری میتونه در بیاره اگه اینجوری که آزمان گفت بشه از حالتی که الان داره گل پول بیشتری میتونه در بیاره شرکت خب اینو آزمان گل با 18 سال سابقهش داره میگه خب و بلولورم بچه در مورد همین قضیه صحبت میکنه میگه که قطعا هر تغییری که بخوایم توش ببینیم تغییر تو قسمت ماناتایز گیمه خوب یعنی اینکه ماکروسافت اومده به ورد اف وار رفت و خریده خوب و بیلیزاردو رو خریده گیم پلی بازی رو بخواد تغییر بده یا چیزای این شکلی رو بخواد تغییر بده خیلی منطقی نیست خوب ولی چیزی که مستقیم براش خیلی مهمه ماکروسافت ماناتایز و درآمدزایی از اون بازیه و چیزی که به احتمال 99 درصد ما در آینده شاهدش خواهیم بود اینه که درآمدزایی از بازی برای خود شرکت تغییر میکنه یعنی حالا داستان گیم تایم تغییر میکنه داستان اکسپنشن تغییر میکنه و این لیکی که اومده بچا لیک چوسکی نیست خب لیکی نیستش که بگی اه نگاه کن از ان داره کره میگیره نه لیکیه که بزرگترین کانتنت کریتورهای ورد اف وار مثل آزمون گولد مثل بلولار دارن در موردی صحبت میکنن و مطمئن باشید مطمئن باشید که یه اتفاقی خواهد افتاد حالا دقیقا شاید چیزایی که ما گفتیم نباشه خب ولی یک چیزی تو همین راست یعنی یک اتفاقی تو راستای ماناتایز گیم و درآمدزایی گیم برای شرکت یه تغییر بزرگی خواهد داشت نظر منو اگه بخواید بچه‌ها به نظر من به نظر من احتمال خیلی زیاد دقیقا یک من نظرم خیلی نزدیکی نظر آزمان گلده به نظر منم به احتمال خیلی زیاد ماناتایز و خرید بازی ورد آف وارکرفت که الان شما باید گیم تایم و اکسپنشن بخری صد درصد تغییر میکنه خب 100 صد درصد تغییر میکنه این دیگه شما نیاز نیست حالا حتما گیم تایم و اکسپنشن بخری یا فقط اکسپنشن میخواد یا گیم تایم یا کلا مجانی میشه به قول آزمون همه چی میره تو شاپ خب دقیق نمیدونیم چه جوری میشه نظر من ولی یه تغییری خواهد کرد خب و این آیا باعث میشه که درآمدزایی ما هم از بازی تغییر بکنه 100 درصد 100 درصد درآمدزایی از بازی از بین نمیره ولی تغییر میکنه اینکه بهتر میشه یا بدتر میشه رو هنوز نمیدونیم باید واقعا بیلیسکان بیاد امیدوارم تو بیلیسکان بهمون بگن اعتمالش هم از تو بیلیسکان نگن بهمون به و بعدا دوباره مثلا چند ماه بعد بخوام به اون بنگش اتفاق قرار بیفته ولی احتمال خیلی زیاد تو بیلیسکان بهمون میگن دوازده آبان دوستان گرامی من بیلیسکان 2023 هست تو روز دوازده آبان خود من تو همین کانال یوتیوبی که دارید این ویدیو رو ازش نگاه میکنید و کانال توییچ هم که لینکش توی دیسکریپشن توضیحات بیشتر هست همزمان من لایو استریم میذارم و بیلیسکان 2023 رو بررسی میکنیم میریم ببینیم که واقعا چه بلای قرار سر ورد فارکرافت بیاد پس حتما اون روز به لایو استریم من سر بزنید که منتظرتون هستم شما هم حتما نظرتون رو من بنویسید بچه و نظرتون این که در موردش داریم صحبت میکنیم دقیقا چیه؟ این بدترین اتفاقی که امکان داره برای ورد رفت بیفته و دیولپرای قبلی گیم اینو اومدن توییز زدن گفتن منتظر باشید به زودی شاهد بدترین اتفاق برای ورد اف خواهید بود به نظر شما بدترین اتفاق واسه ورد چی میتونه باشه شما هم حتما نظرتون تو بخش کامنت ها بنویسید چون هر کسی امکان داره این نظری داشته باشه و جمع نظرات ما شاید به ای نتیجه ای برسه نظری که از همه بهتر باشه و جالب تر باشه رو پین میکنم که بقیه بتونن استفاده کنم ماچ به کلتون مرسی که این ویدیو تا انتخاب با من همراه بودید فقط خواستم آقا بازتابی داشته باشم از خبرهای مهمی که تو کامیونیتی هست باز خواهشن نه بیاید بنویسید نمیدونم چرا کسو شعر میگی چرا چرتوپت میگی عزیزان دل من برادران من آهران من من صرفا چیزی که تو کامیونیتی پخش شده رو دارم بازتاب میکنم حالا اگه شما از این خبر خوشتون میاد یا از این خبر بدتون میاد دیگه تقصیر من نیست ماچ به کله همتون